حق به داشتن پول و حق معامله کردم. و حق تراکنش کردن یک نوعی از حق آزادی بیانه یک قسمتی از اون موضوعه و یک به موازات اون همین همین مفهومه اینجاست که ما میتونیم ببینیم که بیت کوین اون آزادی بیان رو توی اون آزادی مالی برای ما به وجود آورده و این یه چیزی نیست که ما اصلا میتونستیم هیچ جوره تصورش کنیم قبل از بیت کوین اون یه چیزی نیست که اصلا بدون بیت کوین میتونستیم در واقع اچیو کنیم و بهش برسیم ما اگر یه صحبت جالبی همیشه میشه میگن که اگر ما بخوایم بیت کوین رو از بین ببریم باید چیکار کنیم یعنی خیلی چیز جالبیه میگن هر جوری بررسیش کنی چون این پدیده غیر متمرکز یک ایده است یک متنه یه چیز ایندستراکتیبله ایده غیر قابل از بین بردنه شما نمیتونی از بینش ببری اون ایده رو هر کاری کنی بالاخره این ایده منتشر شده مثل یه جعبه پاندوراست که الان باز شده و همه ازش مطلعم و دیگه نمیشه بستش و میتونن ادامهش بدن ببرنش جلو هر کسی میتونه انجامش بده اما یه روش برای از بین بردن بیت کوین هست <تصفح> اونم اینه که ما یه کاری کنیم که دیگر نیازی به بیت کوین وجود نداشته باشه یعنی ما یک جوامعی داشته باشیم که آزادی بیانشون رو داشته باشن توانایی در واقع معامله کردن و تراکنش زدن و ارتباط با آدم های مختلف دو دنیا رو داشته باشن و آزادی مالی رو به دست بیارن حقوق شخصیشون پایمال نشه فساد وجود نداشته باشه همه این شرایط باید در واقع بهشون برسیم باید مت بشه به اصطلاح تو انگلیسی خب همه این شرایط باید, باید برقرار اتفاق بیفته بشن. آره برقرار بشن که تازه ما اون موقع میای میبینیم خب دیگه بیت کوین خیلی دیگه آش دنسوزی نیست و خیلی اهمیت نداره تو اون شرایط چون که الان دیگه اون آزادی رو داریم دیگه اون آزادی که بیت کوین واسه ما میاره خب دیگه مهم نیست که ما میدونیم آره. که از اگر عموم... اگه که اما مردود بهش میگفتم اموجون یه آره دقیقا یه حالتیه